سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. این روزها که ایران درگیر انتخابات ریاست جمهوری بود، ما شاهد تکاپویی بودیم از سوی چهره‌های برانداز، چهره‌های وطن فروش که به شدت تلاش کردند به جهت اینکه همه چیز برخلاف خاص ایرانی‌ها و برخلاف به اصطلاح خودمون اتفاقاتی که در حال رخ دادن است رقم بخوره. می‌خوایم بریم با همدیگه بررسی کنیم ببینیم که چه چیزهای اتفاق افتاده، اینا چیا میگفتن، چه ترسایی داشتن. بعد برمیگردیم، نکاتی دارم عرض خواهم کرد. دیشب یک خوابی دیدم، یک خواب عجیبی دیدم، خواستم با شما در میان بگذارم. خواب دیدم که حکومت اسلامی ایران بر سراسر منطقه خاورمیانه مسلط شد. هرچی گشتم اسرائیل رو ندیدم، نبود، اسرائیلی وجود نداشت. کل منطقه از لبنان تا حوثی های یمن، از سوریه تا عراق، بحرین، جاهای دیگه، همه شده بود حکومت اسلامی ایران. خیلی خوب دقت کردی چی شد. میگه من توی خوابی که دیدم هر کجا نگاه میکردم اسرائیل نبود، یه چیزی بود به نام ایران. کل دعوایی که اینها در این سالها با ما داشتن و تلاشی که کردن برای احیای تجزیه طلب ها، همینا بعضیاشون از کارشناساشون وقتی صحبت میکنن پشت سرشون پرچمای تجزیه طلبای ایرانه. یکیشون مثلا پانتورک ها، یکیشون پانکورت ها و بقیه، هر کدومم روی یه دونه مشخصه که اینا متمرکز هستن. برای چی این کارها رو میکنن؟ خوابشو گفت به خاطر اینکه میترسن این خواب محقق و تعبیر بشه. ادامهشو ببینیم. یک دموکراسی به نام اسرائیل وجود داشته نیستش دیگه، تمام شد، نیست. بنابراین دیگه دموکراسی در منطقه وجود نخواهد داشت. مسجد الاقصی رو آزاد کردن دیگه، دست اسرائیل نیست. گفتیم اسرائیلی اصلا نابود شده دیگه، وجود نداره. بیدار شدم، دیدم که خوشبختانه این یک خواب بود، شاید یک کابوس بود. خیلی خوب، میگه نگاه کردم دیدم همه چیز به فنا رفته و منطقه شده ایران. بعد بیدار شدم دیدم نه، اینا خدا رو شکر کابوس بوده. البته از نگاه اون کابوس بوده، از نگاه اتفاق خوبی. یه نکته میخوام به شما بگم و تا الان دوست نداشتم این مساله رو بگم، چون گفتم من متهم میشم به توهم، ولی چون این داره خوابشو میگه، من الان فرصت میکنم برای شما عرض بکنم. من چند وقت پیش خوابی دیدم در اوج درگیری هایی که صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها داشتن، توی این خواب داشتم در منطقه حرکت میکردم که این منطقه ایران نبود. من مطمئن بودم که این منطقه ایران نیست. قشنگ مشخص بود این یک کشور دیگه است، یک کشوری که احتمالاً مثلا در مرزهای غربی ایران آن سوترها دیده میشه. توی خواب پرسیدم، گفتم اینجا کجاست؟ گفتن اینجا بخشی از کشور مقاومته. گفتم الان کجا هستیم؟ تو خواب گفتن که ما الان در مرزی ترین نقطه محور مقاومت، در نزدیک ترین نقطه کشور مقاومت با دریای مدیترانه. بعد بالای سر خودم تو آسمون یه پرنده‌ای دیدم. این خیلی عجیب و غریب بود. به لحاظ زیبایی نمیتونم بگم، چون بحث مثلا زیبایی و زشتیش نیست. به لحاظ ابهت من تا الان همچین چیزی ندیده بودم. قشنگ مشخص بود که این یه مدافعه، این پرنده یه مدافع. بعد پرنده داشت پرواز میکرد در آسمون. گفتم که این چیه؟ این پرنده چیه رو سرمون؟ اون کسی که تو خواب به من پاسخ داد گفتش که این ققنوسه، بیدار شده، زنده شده. من وقتی که از خواب بیدار شدم گفتم احتمالا این بیدار شده که محافظت بکنه از ایران، این بیدار شده که محافظت بکنه از ایران. خواستم یکی دو بار این خوابمو به شما بگم، گفتم الان میگید این دیوونه است، این توهم زده. الان که این خوابشو گفت، من دیدم که من ظاهرا اشتباه ندیدم. ما به همچین چیزی داریم نزدیک میشیم. ولی نمیشه هم من این خوابو دیده باشم هم اینی که دشمن ماست. دقیقاً یه چیز توی خواب تقریبا همینه دیگه. ما نگاه کردیم دیدیم کشور مقاومتیم، یا همه جا شده ایران، اصلا اسرائیل نبوده. و دوتا خواب به نظر من یک وجه اشتراک داره. از دیروز که من ویدیو اینو دیدم احساس کردم دوتا خوابمون یه وجه اشتراک داره، و اون وجه اشتراک اینه که اگر بخوایم این اتفاق بیفته، هر دوتامون، حالا اونی که بهش میگه کابوس، اگر میخوایم این اتفاق بیفته، اسرائیل نباید بشه. چرا اینو دارم میگم؟ چون این تو خواب برگشت گفتش که توی خواب خودم دیدم اسرائیل نیست که این اتفاق افتاده. من امیدوار هستم اون چیزی که در خواب دیدم محقق بشه. امیدوار هستم که ققنوس اکنون
بیدار شده باشه، محافظ وطن ما باشه، از کشور ما دفاع بکنه. و امیدوار هستم این چیزها که این اینجا داشت میگفت، این خوابی که بهش گفت کابوس، این محقق بشه، این محقق بشه. اینها رو داشته باشید، بریم بقیه رسانه هاشون رو ببینیم، رسانه هایی که این روسا عصبی و کلافه هستن از انتخاباتی که در ایران برگزار شد. آقای منظرپور هم معتقد مردم باید در انتخابات شرکت کنن. من اعتقاد دارم که به عنوان یک خبرنگار میتونم بگم که شرکت در انتخابات تأثیر بیشتری داره در سرنوشت مردم در ایران تا در واقع رویا فروشی های خیلی فانتزی اپوزیسیونی. من فکر میکنم اون کسی سوء استفاده میکنه از موقعیت خودش با مخاطبینش که برای مردم سراب طرح میکنه. خیلی خوب، بخشی از این صحبت ها رو شنیدیم. دقیقا سراب چه چیزیه؟ سراب اینه که غربگراها، ببخشید میگم غربگراها، براندازها مخاطبین خودشون رو دارن دعوت میکنن به این که تحریم بکنن انتخاباتو. این احتمالاً از نگاه اینها این سرابه. چه چیزی اتفاق افتاد که اینها به این جنبندی رسیدن که این سراب داره رقم میخوره؟ به خاطر اینکه نگاه میکنه هی دست و پا میزنن جمعیتی که کف خیابون نمیتونن بیارن. یه تجمع 8 نفری را میندازن تش دعوا میشه. باید به یکی فوش بدن. یا مثلا انتخابات هم که خودشون برگزار نمیتونن کنن. اینم که اصلا کسی به حرف اینو توجه نمیکنه. این انتخابات خودش داره برگزار میکنه. مردمم باش دارن همراهی میکنه. این آخم نگفته. حالا این چی داره میگه؟ این یه حرفی داره میزنه که من برداشتم اینه، میگه ما کاری نمیتونیم بکنیم، بریم اثر بذاریم رو انتخاباتش، ببینیم ادامش رو، ببینیم همچین برداشتی هست یا نه. یعنی میگه که ای مردم شما نرید رای ندهید و این باعث میشه که این حکومت در تنگنا قرار بگیره، این باعث خواهد شد که جامعه جهانی مشروعیت این نظام رو زیر سوال ببره، این باعث خواهد شد که اپوزیسیون سامان پیدا بکنه، این باعث میشه که شاهزاده با اسب سفیدی بیاد تهران، این باعث میشه شما به خون شهدا خیانت نکنید، به زندانیان سیاسی. هیچ کدوم اینا رو باعث نمیشه. این حرفا چی میزنه دایی رحیم‌پور؟ یعنی واقعا من خیلی خوب بخشی از این صحبت ها شنیدیم. ببین دقیقا حرفم اینه، میگه آقا شما اگه بیای تحریمش بکنی، بیای قهر بکنی، بیای فلان بکنی، تصور نداشته باش که بحرین فروش از اون طرف بتونه مثلا برسه یه کاری بکنه. داستان این شکلی نیست. آیا رسیدن به این که اثر بذاریم برای انتخابات ایران، برای انتخابات روز جمعه ایران، ببینیم برمیگرد نکاتی دارم اصلا کرد. یعنی واقعا من متعجبم از شما. شما آدم کم استعدادی نیستید، بسیار از من گوشتون بیشتره. من میگم اینم بخش همون سوء استفاده است. اونایی که اون سوء استفاده است. اینی که من میگم سوء استفاده نیست. مردم رو دعوت به اون کف به این که پشت بکنن از کف تاثیرگذاریشو نکن. در انتخابات گذشته چند نفر رأی دادن آقای منظرپور؟ 22 میلیون میشدن. 22 میلیون میشدن اگر 22 میلیون نفر رأی دادن. شما به من بفرمایید تکلیف منی که انتخابات رو تحریم میکنم، رأی هم نمیدهم و اساسا با رأی دادن مخالف، با 22 میلیون جمعیت ایرانی چیه؟ خیلی خب، بخش از این صحبت ها رو شنیدیم. بله، این به شدت آشفته هستن از مسئله انتخابات و نمیدونن چه مواجههی باش داشته باشن. شما وقتی میگی تحریم انتخابات باید به یک اتفاقاتی رقم بخوره که اینها بفهمن که این اتفاق اثر رفتار اینا بوده، ولی اتفاقاتی از سوی جامعه ایران در همراهی با اینها دیده نمیشه، در همراهی با اینها دیده نمیشه. اینا بحثشون چیه؟ بعضیشون میگن آقا ما تحریم و اینا رو ولش کن، بیا بریم اثر بذاریم رو انتخاباته. چجوری اثر بذاریم؟ میگه به یک کاندیدای رای بدیم اگر احساس میکنیم که میتونه اتفاق رقم بخوره که اون کاندیداه بتونه به پیروزی نزدیکتر بشه، بازی اینا رو متزلزل بکنه، بعد بریم زیر خمشون بگیریم تماش بره. تو از براندازی و از کودتا و از این داستانها رسیدی به مشارکت در انتخابات جمهوری اسلامی به جهت اثرگذاری بر جمهوری اسلامی، به جهت اثرگذاری بر جمهوری اسلامی. این شاهکاره، این چیزایی که ما داریم این روزا می‌بینیم شاهکاره. فراموشش بکنید، بریم صحبت های عباس فخرآور رو ببینیم. این دیگه آخرین تلاش های عباس فخرآوره به جهت اینکه افراد رو از مشارکت در انتخابات بترسونه. ببینیم این فرصت هم برای سازمان اطلاعاتی آمریکا الان فراهم، اتفاقا چقدر خوب که اجازه داده این صندوق ها گذاشته بشه تو آمریکا، که سازمان اطلاعاتی آمریکا تک تک اون جا که میرن رأی میدن به این رژیم. میدونید چرا با این ادبیات صحبت میکنه؟ چرا انقدر دردش گرفته؟
چرا این شکلی صحبت میکنه؟ به خاطر اینکه اینا انتخابات نمیدونن یعنی چی. آخرین باری که انتخابات شرکت کردی کی بوده عباس؟ یه بار شرکت کرده رای داده به ترامپ، درسته؟ تو انتخابات آمریکا شرکت میکنی؟ تو ایران تا حالا خودتون تو خودتون انتخابات نداشتی؟ آقا یه بار خدا وکیلی یه انتخابات برگزار کنید بین خودتون شما اپوزیسیون‌ها، که از این عقده میخوام آخه خارج بشید، که وقتی دوره یه میز میشه، مثال میزنم، مثلا آقا بگید امروز یه لایف برگزار میکنیم، انتخابات برگزار کردیم، مدیر لایف فلانی باشه. شاید مثلا خوشتون اومد، شاید از همچین چیزی خوشتون اومد، نه نمیتونه برگزار بکنه، ارتباطی با این داستان نداره، به فردای ایران هم اینها برسن کمکی به وطن نمیتونن بکنن، به خاطر اینکه این اصلا نمیدونه این داستان یعنی چی، مشارکت جمعی حرفا یعنی چی، فقط بلد تهاجم بکنه به این منطق. الان هم که در مقابل ما نشسته این حرفا رو میزنه از این عقده است. ادامش رو ببینید. سازمان اطلاعاتی شناسایی بکنن برای روز مبادا، که بعد برن حسابای بانکیشون رو چک بکنن ببینن میزان پولشویی که این دلیران برای سپاه پاسداران و رژیم ملاها انجام میدن چقدره، تا خیرشون رو بگیرن. یعنی دیگه میدونی آخری حرفی که داره میزنه میدونی چیه؟ میگه سیستم در آمریکا، آقا دوربین گذاشتیم، چی گذاشتیم؟ نذاره شماها رأی بدین، یا اگه رأی دادین شماها رو بگیره رصد بکنه، ما بریم کار اطلاعاتیمون. چی داریم میترسیم؟ چیو داریم میترسونی؟ بچهای ایران در مقابل شما با همه این زرزرهایی که کردین و اون صفی که راه انداخته بودین، هرچی برازنده خودتون بود، طرف اومده بود به اینی که میخواست رأی بده، به اینی که میخواست رأی بده میگفت بیناموس. داداش بیناموس مگه نگفتی توی زن زندگی آزادی؟ میگفتی چیز خوبیه و خودت تاکید میکردی، میگفتی تو بیناموس هستی خودت، پس الان چرا داری به اینا میگی؟ اینا که تاکید کردن گفتن ما داریم، تو نداری. نه قاطی کرده، سیما قاطی کرده، چسبیده به همدیگه، یه چیزی باید به اینا بگه عقدش رو خالی بکنه. هرچی ترسوندن گفتن کار اطلاعاتی میکنیم فلان میکنیم، ایرانی ها در خارج از کشور پشیزی برای اینا ارزش قائل نشدن، از شرق دنیا اومدن صف شدن وایستدن رای دادن تا برسیم به جاهای دیگه. بریم ادامش رو ببینیم. هم برای اپوزیشن ما فرصته، اتفاقا بچه های کنگره ملی ایرانیان گفتیم بچه ها توی صندوق های مختلف با دوربین و تشکیلات برن وایسن، یک یک اون که میان پایین صندوق های رای پروفایلشون کنن قشنگ بچه ها، و آبرویسیتشون رو ببریم. خیلی خب، بخشی از این صحبت ها رو شنیدیم، باز داریم برای روزه قبل از انتخاباته، که مثلا بترسونه آنهایی که عاشق وطنشون هستن در این انتخابات دست و بالشون بلرزه، دوچار تردید بشه که آقا مشارکت بکنیم یا نکنیم. من نکته ای که میخوام خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم اینه، جماعتی که در فضای وطن فروش نشستن دیگه نمیتونه چیکار بکنه، چه راهکاری باید داشته باشه. ببین شما میخوای براندازی بکنی در ایران، بچهای برانداز و بچهای وطن فروش به حرفای من گوش دادن، به حرف من خوب گوش دادن. میخوای براندازی بکنی، ایدت چیه؟ ایدم اینه که بقیه رو بترسونم یا بهشون حمله بکنم. نه نه نه، نگفتم چیکار داری میکنی، میگم ایدت چیه برای آینده ایران، ایدت چیه؟ ایدت رو بذار روی میز، شاید ما خوشمون اومد. نه من چون ایده ای ندارم به این فحش میدم، به اون فحش میدم. فردا میخوای چیکار بکنی؟ آقا اصلا فرض بگیر اینا الان اومدن گفتن ما دیگه حال نمیکنیم، میخوایم خودمون سیستمو تحویل بدیم بریم. ایده ای تو برای ادامه کش، چون ایده ندارن مدام مجبور به این فحش بده، به این فحش بده، به اون بی احترامی بکنه. پاچه اینو با این چیزا داستان درست نمیشه. مسیری که ما درش قرار گرفتیم همون خوابیه که اولش این کارشناس صهیونیست مطرح کرد، گفتش که من دیدم که ایران نه فلان شده بیسا شده و داستان های از این دست. من طولانی‌ترش نمی‌کنم. اگر نکته داشتین، اگر بحثی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین. ایران 14313 پل ارتباطیه من و شما هست. خدا قوت میگم به همه دوستانی که در انتخابات شرکت کردن، به همه دوستانی که وطن براشون مهمه، و خدمت دوستانم عرض می‌کنم هفته آینده هم مسئله مهمی هست به نام انتخابات، ازش غافل نباشید. نکته دیگه‌ای ندارم. خاک پای همه رفقا هستم. خیلی مخلصم. خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.